در هفته های گذشته چندین کشتی تجاری در آبهای بین المللی مورد حمله حوثی ها قرار گرفتند. این گروه همچنین در ماه میلادی گذشته یک کشتی باری متعلق به بریتانیا را که با یک شرکت اسرائیلی ارتباط داشت توقیف کرد. سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هستند. آقای شریف نژاد سلام، وقت شما بخیر. منم تمرز میکنم خدمت شما بینیدون عزیزتون، در خدمتتون هستم. اهمیت دریای سرخ از چه جهتی است و چه ویژگی هایی موجب استراتژیک شدن موقعیت آن شده است؟ بفرمید. ببینید، در مورد منطقه باب المندب وقتی من صحبت میکنیم، از یک جهتی دریای سرخ رو به خلیج عدن و به اصطلاح دریای عرب رو به اقیانوس هند متصل میکنه و کشتی هایی که از طریق اقیانوس هند و با عبور از دریای سرخ به کانال سوئز میرسن رو این مسیر استراتژیک برای تمام باربری و کشتی های باربری دنیاست و همین این منطقه حائز اهمیت بوده از قدیم و الان هم با اتفاقات اخیر که رخ داده نگاه های ویژه تری به این منطقه شد که بیش از آنچه گزارش شما مطرح کرد، بیش از 53% از حمل و نقل دریایی دنیا مختل شده و همین یک حائز اهمیت ویژه داره این منطقه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ استراتژیک برای خیلی از کشورهای دنیا. بله، آیا حملات حوثی ها می تواند بر تجارت تأثیر جهانی بگذارد؟ ببینید، حوثی ها تأثیر گذار مفرد نیستن، چون به حال چه بپذیری چه نپذیری در این آبراه کشورهای حوزه نیتو و کشورهایی که تأثیر گذارن در نیروی دریایی حضور دارن. حوثی ها می توانند مشکل ساز باشند که تا به امروز هم بودن، مخصوصا عملیات دیگه هم در این منطقه انجام دادن. آنچه که حالا رسانه های مثل الجزیره بیان می کنه که امروز هم حوثی ها دو عملیات دیگه انجام دادن و نشان میده که حوثی ها در سرساز هستن، ولی حوثی ها نمی توانند تمام کننده باشند مگر اینکه نیروهای دیگه ای و تجهیزات دیگه به اینها رسیده باشد که بخواهند آخونش نکنند تا بتونن بله. با تشکر از سید علی شریف نژاد که از بیروت با ما بودند.